با درود خدمت دوستان و همراهان گرامی، یه دونه پوسته گیربکس برام آوردم. پوسته گیربکس شکسته، برای شارژی پی ام هم هستش. پرسیدم خود پوسته خالی رو نداشتن تو بازار، باید گیربکس کامل عوض کنیم. حالا ما میخواییم اینجا ببینیم این قابل تعمیر شدن هستش یا نه، اینو تعمیرش کنیم. بریم با هم ببینیم میشه تعمیرش کرد یا نه. اول میایم محل این شکستگی رو به کمک این چسب قطره ای میچسبونیم. من چسب قطره ایم یه مقدار سرش خرابه، به این صورت ریختم یه گوشه ای میزنم اینجا. مقدار کمی باید بزنیم، زیاد نباید باشه. باز برای اینکه زودتر بگیره یه مقدار از این اسپری چسب یک دو سه میزنم براش که سریعتر بگیره. خب من باز به کمک همین توری ها یه چند تا توری بریدم به این شکل. میخوام توی همچین موقعیت های بیام اینا رو قفل کنم، ولی باید باز یه نکته ای رو اینجا توجه کنیم که این واشر پشت ترکمتر، پشت ساچمه های ترکمتر توسط این لبه ها قفل میشه. این لبه ها باید توجه کنیم که این لبه ها رو خراب نکنیم و اینم به راحتی بتونه بره اون پشت قرار بگیره. دوستان این توری ها جواب نداد، چون وقتی این توری رو من اینجا وصل میکردم این واشری که پشت ترکمت قرار میگرفت و اینو نمیتونستیم خوب جا بزنیم و پس گزینه خوبی نیستش. پس باید یه راهکار دیگه براش پیدا کنیم. حالا این سری اومدم با از سیم مفتول میخوام استفاده کنم. سیم مفتول رو به این صورت خم میکنم و حرارت میدم و اینجا به این صورت فشار میدم پایین، چون سطح مقطع سیم مفتول از سطح مقطع خود این خار یا این پین کمتره و باعث میشه که اینم راحت بره سر جاش. اینم تست کنیم ببینیم این جواب میده یا نه. سیم مفتول رو به این شکل خم میکنیم و میذاریم جلوی حرارت سرخ شه. و بعدش هم این تیکه رو برش میزنیم. این هم جا میفته. ما بقیه هم دقیقا به همین صورت درست میکنیم، تقویت میکنیم. البته ببینید این یک راه آزمون خطا بود که در واقع من خودم برای اولین بار داشتم روی این قطعه انجام میدادم، چون روی قطعات بزرگتر راحت تر میشه با این توریا کار کرد، ولی چون این قطعه کوچیک بود با این توری ها یه مقدار سخته. حالا یه تکره یه مقدار توری زدیم مونده. این مابقی هم بقیه هم به صورت با سیم مفتول به این شکل در میاریم و محکمش میکنیم بریم بر ادامهش. خب دوستان از چهار نقطه اینو قفلش کردیم و این واشر پشت ترکمتر هم که براحتی میره و اینکه بعدش این فنر قرار میگیره و اینم که اینجا بسته میشه و ترکمتر هم به این صورت اینجا بسته میشه. خب شافتش هم یه بولورینگ اینجا میخوره، به این صورت این میاد از این ور. ببینید این یه دونه جای خار داره، حالا یه خار اینجا داره، من نمیدم گم کردن فکر کنم نیست، خودم باید یه خار براش پیدا کنم یا شایدم اینجا باشه بعد پیدا میکنم. به این صورت این میره داخل، یه خاری میفته پشت این قسمت، در واقع بعد بولبرینگ که زده میشه یه خاری اونجا بسته میشه و باعث میشه که این اینجا محکم بشه. ما بقیش هم که دقیقا مونتاژ مثل گیربکس های دیگه است که مونتاژ کردیم و ویدیوهاش توی پیجمون هست،
اون مابقیش هم مونتاژ کنیم و در نهایت یه تست هم ازش بگیریم. خب دوستان، یه میله دو شاخ فرم داریم اینجا که اینو برامون نیوردن، احتمالا خودشون گم کردن، که به این صورت از یک طرف وصل میشه به اینجا، از طرف از این ورم به این قسمت، و از بالا هم وصل میشه به این کلید تغییر حالت سبک سنگین که باعث میشه این دنده کشویی بالا پایین بره و حالت سبک سنگین رو ایجاد کنه. خب ما دیگه باید منتظر بمونیم یا اونو برای ما بیارن یا بالاخره یه چیزی براش تهیه کنیم یا درستش کنیم. این قسمت پوسته هم که ترمیم شد و اصل قضیه همین بود و که فعلا هم داره کار میکنه. حالا اگر پیداش کردم در ادامه اینو یه ویدیو میذارم.